سلام سلام، حال احوالتون چطور عزیزای دلم؟ الهی که خوب و خوش باشین. من سریا هستم و اینجا پیج گلبانیه. به پیج من خیلی خوش اومدید. همونطور که ملاحظه میکنید من اومدم با آموزش یه اسکاج گل دیگه که بستگی داره به سلیقه شما که بخواین این بافتی که بهتون یاد میدم رو اسکاجش کنید یا لیفش کنید و یا دستگیرش کنید. همش بستگی به نظر و سلیقه شما داره. همونطور که ملاحظه میکنید من این گل رو که اسمش هم گذاشتم گل کوکب، چون یه مقدار شبیه گل کوکب هستش، پرپره، که البته پرپر بودنش به شما بستگی داره که بخواین چند طبقه برای این گل کار کنید. همونطور که ملاحظه میکنید من با کاموی سوزنی کار کردم که معرف حضور همه شما هستش. برای اینکه اگه بخواین اسکاج ببافین باید از قلاب شماره 2.5 استفاده کنید. حالا نم شمارهش مشخص هست یا نه، 2.5 برای بافت این اسکاج استفاده کردم. حالا من میخوام با کاموی معمولی ببافم براتون، چون که کاموای سوزنیم این طیف رنگی که میخوام رو تموم کردم، فقط یک مقدار از همین نارنجی داشتم، بخاطر این با کاموای معمولی براتون میبافم و شرح میدم و خب پارت قسمت آخر گل رو، آخر لایه گل رو بهتون روی خود اسکاج توضیح میدم. پس فقط یک نکته تا فراموش نکردم، برای الان بافتم از قلاب شماره 2 استفاده میکنم، نیاز به یه قیچی هم داریم دیگه. پس بریم ببینیم این آموزش این گل کوکبمون چه شکلیه. خب اول کارمون با چی شروع میشه؟ اول کارمون با زنجیر زدن شروع میشه که خب من قبلا تو آموزش ها بهتون روشش رو گفتم، دیگه الان اینجا نمیگم. بعد از اینکه 6 تا زنجیر زدین میاید انتها ابتدای کارتون رو به هم دیگه وصل میکنید و داخل حلقه ایجاد شده مون 12 تا پایه بلند میزنید. خب اینجا یه نکته داره فراموش نکنید، اگر میخواستین گلتون 6 پر باشه، دقت کنید 6 پر باشه، باید 12 تا پایه بلند بزنید. ولی اگر میخواین گلتون 5 پر باشه 10 تا پایه بلند میزنید. اگر میخواستین گلتون، مرکز گلتون بیشتر از 6 تا باشه، یعنی 7 تا باشه، خب دوتا دوتا میبریم بالا، یعنی زوج میره بالا، 10 12 14 16. حواستون باشه به هیچ وجه فرد نزنید، زوج کار میره بالا. خب بعد از اینکه 12 تا ما پایه بلند زدیم میام چیکار میکنیم؟ خب منم اینجا وصل کردم دیگه، میام 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3، 3 تا زنجیره رو که زدم میام از یه خونه عبور میکنم، میرم داخل فضای بعدی، یک در میون این کار رو انجام میدم. خب دوباره 1 2 3، از این عبور میکنم میرم داخل فضای بعدی. 6 تا ما 6 تا فضای 3 زنجیره بعد داشته باشیم. یادتونه گفتم 12 تا، چون ما یه پایه کم میکنیم میریم تو فضای بعدی، اینو میبافیم تا انتهای کار بریم برای گلبرگامون. خب من رسیدم کجا؟ رسیدم به اول کار، میام داخل فضای 3 زنجیره، حتما یک پایه بس میزنم، یک زنجیره میزنم برای احتیاط که کارم محکم بشه و نخم رو کات میکنم. همونطور که ملاحظه میکنید یه مقدار کارمون حالت گنبدی گرفت، که این یعنی چی؟ یعنی ما کارمون رو درست انجام دادیم، چون مرکز کارمون ببینید اینجا هم گنبدیه، از این داخل هم نگاه کنید میبینید حالت گنبدی داره، چون مرکز گلمون هستش ما میخوایم حالت گنبدی بگیره. حالا میام نخ رنگ بعدیم رو برمیدارم، روی قلاب ثابت میکنم. یادتونه ما از هر کدوم از پای کوتاه زدیم رفتیم بعدی رو عبور کردیم رفتیم توی بعدی. ما الان میخوایم پایه های گلمون رو دقیقا رو پایه هایی بزنیم، رو زنجیره هایی بزنیم که ازش عبور کردیم. 6 تا پایه داریم دیگه،
میام یه پایه بس میزنم، یکی دو تا زنجیره میزنم، نخ روی قلاب، سه تا پای بلند دیگه میزنم، یکی دو تا و سه تا. خب سه تا پای بلند زدم دیگه، اول کارم با دو تا زنجیر شد دیگه، پایان کارم هم با دو تا زنجیر است، یعنی اوج و فرود کارم. میام داخل فضا، پایه بست میزنم، دوباره میرم کجا؟ میرم رو پایه بعدی. الان اینجا فضای زنجیره ایمونه دیگه، میبینید من الان باید بیام اینجا، میام یه بست میزنم، مجددن کار تکراره، دو زنجیره که اوج کارمون هستش، سه تا پایه بلند، یک دو سه، دو زنجیره و دوباره داخل همون فضا یک پایه بست میزنیم. این کار رو تکرار میکنیم. الان 6 تا گلبرگ باید در آخر ما داشته باشیم، دو تاشو زدیم، 4 تا دیگه مونده، یکی دو تا سه تا و 4 تا. این 4 تا رو داخل اون تک پایه هایی که ازشون عبور کردیم میزنیم. حالا بهتون میگم این سه تا زنجیره برای چه کاری هستش. خب همونطور که ملاحظه میکنید رسیدیم به آخر کار که 6 تا هم گل برداریم. اینجا یه نکته داره بچه ها، این کار رو بهتون میگم برای اینکه کارتون خیلی تمیزتر در بیاد روی کارتون، مخصوصا وقتی که کارتون پس زمینه کارتون یعنی مرکز کارتون رنگش روشن هستش. الان من باید پای بست بزنم دیگه، ولی این کار رو نمی کنم. میام کار رو بر میگردونم از همون پایهی که من گلبرگ اول رو زدم، همینجا میام دونه رو میگیرم و از پشت کار رد میکنم، یه زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردم. همونطور که میبینید، ببینید چقدر پس زمینه کار تمیز در اومد، اصلا رد بس زدن به کار نموند. برای همه رجها توی این گل کوکب حتما این کار رو میکنید، یعنی فقط رج اول نیست، همه رجها باید به همین صورت باشه. خب حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ اول یه توضیح بدم برای چی این پایه ها رو زدم. ببینید بچه ها، اگر شما میخواین، اولا که دو تا دلیل داره، یکی این که برای این که مرکز کارم حالت گنبدی داشته باشه این کار زدم که گل حالت قنچه بگیره اولش، یک این، دو این که اگر عزیزی بخواد این کار رو دستگیره بکنه یا لیفش کنه، شاید بخواد این کار رو لیف کنه، این فضاها میشه فضایی که پای بلندهای لیفش رو اینجا میزنه. حالا فرض کنیم نخ سفیدمون رو بر میداریم و شروع میکنیم از پشت کار زدن، معلوم نیست که ما چند رج بخوایم گل بزنیم. خب بعد اگه بخوایم از انتهای گل یعنی از پشت کار این رج شروع بکنیم، خب این فضا رو چیکارش میخوایم، چجوری پنهانش کنیم؟ برای همین نمیشه. برای همین اگر کسی میخواد کار رو لیف بکنه یا دست، حالا دستگیری که بعید میدونم، اگر بخواد لیف کنه، این فضای لیفمون هست تو رچهای بعدی. خب من میام شروع میکنم به زنجیره. اگه خاطرتون باشه ما اینجا سه تا زنجیره زدیم دیگه، یکی دو تا سه تا. من اینجا هم سه تا زنجیره میزنم، چرا؟ چون که من از این زنجیره استفاده نکردم، که میام سه تا زنجیره میزنم پشت کار اون پای کوتاهایی که زدیم. ببینید این پای کوتاه خودش برای ما چیه؟ یه پله. اینو میگیرم بهش یه پای کوتاه میزنم، یکی دو تا سه تا پشت کار، نگاه کنید،
این دقیقا میشه فضای وصل کردن زنجیره. دوباره 1 2 3 این میشه فضای وصل زنجیره. خب من فضای 3 زنجیره ایمونو که پشت کار زدم رسیدم. کجا رسیدم؟ به ابتدای کارم. میام داخل اون فضای 3 زنجیره ایم، 1 پایه بست میزنم، نخم رو یه زنجیره میزنم برای اینکه باز نشه و کات. تو تمام رج ها شما باید این کارو کنید. من اینجا هم بهتون گفتم. دیگه کارمون تکرار هستش. فقط تو کجا ما کار تغییر میکنه؟ تو زدن زنجیره. خب میام کجا؟ میام دقیقا تو این فضاهای 3 زنجیره. 1 پایه بست میزنم، 1 2 تا، 1 2 3. 3 تا پای بلند داشتیم دیگه، الان میشه 5 تا، 4 و 5. توی هر رج 2 تا پای بلند به تعداد قبلی اضافه میشه. این 3 تا بود، اینجا شد 5 تا. الان دوباره 2 تا زنجیره زدم و همینجا 1 پایه بست میزنم. دوباره داخل فضای بعدی حتما 1 پایه بست، 1 2، 5 تا پایه بلند. سه، چهار و 5. اینو بکشین این ورته که جا داشته باشین. 1 2 تا نقطه کجا؟ فرودمون. ببینید اینجوری میشه کارتون. حالا اینو میبافیم تا برسیم به انتهای کار. خب از زدنم همونطور که ملاحظه میکنید گلبرگ دوممون هم زده شد. همونطور که گفتم از پشت کار نختون رو میگیری، یه زنجیره میزنید، کارتون رو برمیگردینی و شروع میکنید به زدن زنجیره. ما این رج 3 تا داشتیم. خب این رج چند تا داریم؟ 4 تا. 1 2 تا 3 تا و 4 تا. میایم دوباره به کجا؟ به همین پایه کوتاه. میبینید دقیقا حلقش هستش. به همین پایه کوتاه یه پایه کوتاه میزنیم. یه نکته ای رو بگم خدمتون، چون کار تکرار هستش بهتون میگم. فقط تنها جایی که تفاوت دارن رج ها با هم دیگه این زنجیره های پشت کاره و پای بلند هایی که داخل گلبرگ ها زده میشه. خب ما رج اول رو که هیچی، این مرکز کار. رج دوم رو چیکار کردیم؟ 3 تا زنجیره زدم من، 5 تا پایه بلند. رج بعدی که الان این رج صورتی رنگمون هستش که میخوایم بزنیم، میام چیکار میکنم؟ یه دونه زنجیره اضافه تر میکنم. اینجا 3 بود، شد 4 تا. خب الان باید بشه چند تا پایه بلند؟ باید بشه 7 تا پایه. 2 تا اضافه میشه دیگه. اینجا 3 بود، شد 5، الان میشه 7 تا. رج بعد میشه مثلا رج 4مون. خب تعداد زنجیرمون میشه چند تا؟ میشه 5 تا زنجیره. پایمون میشه 9 تا پایه. فقط یادتون باشه اول کار 2 زنجیره پایه های بلند، آخر کارم دوباره 2 زنجیره. این نقطه اوج ما و فرود ماست. به این دوتا کاری نداریم. 5 تا این وسط میزنیم، 7 تا این وسط میزنیم. کار همجور تکرار انجام میدیم تا کجا؟ تا اونجایی که مد نظرتون هستش، تا اونجایی که میخواین تعداد رج گلهای زیادی داشت، یعنی میخواین گلتون پر باشه. دقیقا مثل این اسکاچ که من بافتم. ببینید چند رجه. حالا من هر رنگی رو دو رج استفاده کردم. میخواستم طیف رنگیم اینجوری باشه. ببینید اینجا 3 تا بوده،
اینجا شده 5 تا، اینجا شده 7 تا، اینجا شده 9 تا، اینجا شده 11 تا و اینجا شده 13 تا. خب این کار ما هستش. برای رج آخرمون من رنگ سبز متاسفانه نداشتم، خیلی رنگم کم بود، یعنی مطمئن بودم که به برگ نمیرسیدم که بخوام حالت برگ رو ایجاد کنم. ببینید یه مقدار حالت نوکتیز کار کردم، این میخوام حالت اون به قول معروف یه جورای شبیه به برگمون باشه. خب ببینید الان بذاریم من قلابشو بیارم. خب این قلابش فرق میکنه دیگه، چون نخمون زخیم تره. خب من اینا رو حالا بافتم، حالا بهتون میگم. الان این رج چندومه؟ 1 2 3 4 5 6 تا. الان من فکر میکنم 9 تا زنجیره زدم. 1 2 3 4 5 6 9، درسته 9 تا. خب من 9 تا زنجیره زدم. این گلبرگو که زدم، این به اصطلاح برگ ماست که میگم، من چون رنگ سبز نداشتم با همین نارنجی ادامه دادم. میام داخل کار یک پایه بست میزنم. این رج آخری مقدار متفاوت هستش نسبت به این تعداد گلبرگایی که زدیم. یه پایه بلند میخوایم بزنیم که یه مقدار پایه بلندش فرق میکنه. ببینید دقت کنید، اینجا 1 2 3 تا زنجیره میزنم. رج آخر یا گلبرگ آخر یادتون باشه 3 تا زنجیره میزنید. چرا؟ نخ رو روی قلاب میندازم، میخوام پایه بلند بزنم. خب 3 تا نخ روی قلابه دیگه، من میام توی 3 مرحله نخم رو میگیرم. 1 مرحله، 2 مرحله و 3 مرحله. این پایه بلند رو من دیدم اغلب میزنن بهش پایه بلند کشیده گفته میشه. اینو میکشید کنار، دوباره نخ روی قلاب. دقت کن ببینید، یه بار با این میگیرم، دوباره نخ روی قلاب، یه بار با دومی میگیرم، یه بار با سوم، یعنی 3 بار ما نخ رو میاریم بالا. پایمون ببینید چقدر بلندتر از اینه، چون این 2 مرحله انجام میشه دیگه. 1 2، این 3 مرحله است. دوباره نخ روی قلاب، 1 مرحله، 2 مرحله، 3 مرحله. یه مرحله، 2 مرحله، 3 مرحله. میبینی چقدر بلنده؟ یه مرحله، 2 مرحله، 3 مرحله. خب چون من بهتون گفتم تو رج آخر، خب هر رجی دوتا اضافه میشه دیگه. حالا من اضافه رجم رو اینجا انجام دادم. خب شما هر چند تا دونه که دارین، شاید ممکنه مثلا اینجا 9 تا دونه داشته باشین. من دونه ها با دونه های شما متفاوته، نگین چون تو اینجوری زدیم ما هم عین تو زدیم کارمون شد کج، کارمون شد اینجوری، نه. خب من تعداد پایه هامو زدم، تعداد پایه که مد نظرم بود، میام چیکار میکنم؟ 3 تا زنجیره میزنم. بعد از اینکه 3 تا زنجیره زدم، میام همینجا این 2 تا نخ رو میبینید، نخ رو میگیرم، یه پیکوت میزنم. به این میگن چی؟ میگن پیکوت. شما 3 تا زنجیره میزنید، همونجا یک پایه بس زنجیرتون رو میزنید، به این میگن پیکوت زدم. معمولا برای حاشیه کار و اینا استفاده میشه. دوباره نخ روی قلا، به اصطلاح من این ور 6 تا پایه زدم، اینجا هم میام 6 تا پایه میزنم، همون 3 مرحله ای رو 2 3. میکشین این ور که کار داشته باشی، میخوام پایه بزنید، 1 2 3.
همینجور کارتون رو تکرار انجام میدین تا برسیم به انتهای کار. بهتونم گفتم اگر تعداد رجهای بیشتری میخوان، خب هی باید گرد اون قانونی که بهتون گفتم زنجیر و پای بلند رو انجام بدین. اگر از طیف رنگی متفاوت، یعنی یه جورایی تو همخونه همدیگه بودن، کمرنگ و پررنگ مثل این کار استفاده کنید، جذابیت کارتون چند برابر میشه. یه نکته رو یادم رفت بهتون بگم بچه ها، اگر دقت کردین ما اوج کارمون با سه تا بود دیگه، ما با سه تا زنجیر کارمون رو شروع کردیم دیگه، پایان کارم با سه تا زنجیر است. سه تا زنجیر روی آخرین پایه میزنید و داخل فضای زنجیریتون پایه بست میزنید. اینجا دو تا زدیم، چرا؟ چون چون پایه هامون اندازه بودن، ما چون میخوایم رج آخرمون کشیده تر و بلندتر در بیاد، برای همین ما سه تا میزنیم، چون پایه بلندی که زدیم پایه بلند سه مرحله ای هستش. خب عزیزای دلم، اینم آخر کارمون. حالا این چون رنگ سبز داشتم، این حالت برگاش خب خیلی قشنگتر و معلومتر شد. این یکی چون حالا با رنگ نارنجی من کار کردم، انتهای کارو زیاد مشخص نیستش، با خیلی دقت کن تا بتونی ببینی. پشت کارم هم این شکلی در میاد، میبینی چقدر تمیز تمام اضافات کارو سوزوندم. اینم پشت این کارم هستش. خیلی خیلی آموزش راحتی هستش. فقط یادتون باشه اگر میخواین با کانوای سوزنی کار کنید و دستتون کمی سفت هستش، نیم شماره قلابتون بزرگتر باشه تا کارتون جمع نشه. خب اینم از این آموزش. امیدوارم که این آموزش گل کوکب رو دوست داشته باشین. پس تا آموزش بعدی خیلی مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.